سلام به انسانیت اخلا بشریت خداوند ما شما از گزن موجودات معلوم و از گزن ادبا نامعلوم در امان داشته باشه طوری که گفتیم تاریخ 21 دسامبر مای جاری سال 2021 برنامه های تلویزیون کوثر لانچ میشه یا آغاز خواهد شد که از طریق آمازون پرایم یوتیوب انستاگرام، فیسبوک و لینکن خواهد بود ما میخواستم تمام گزارش ها بیاره با تاریخ 21 به نشر بس ایم. اما بعض کارهای اتفاق میفته در افغانستان و بعض کارهای اتفاق میفته در امریکا که باز آن واحد با مردم تالا شد و دیگران را آگاه بکند نظر به گزارش هایی که از کابل رسیده طالب افرادی که در ایوکویشن لستشان میباشه گرفتار میکنن و به جای نامعلوم انتقال میتن گزارش که از کابل سرینا به دست رسیده یکی از اوانهای که ویزه فرانسه در وکویشن برش برامده بود و میخواست از طریق اوتل سرینا در برنامه تخلیه نامش را ساشته بود رفته بود اوتل سرینا طالبا این شخص آمده با فامیلش بود و خودش بیرون کشیده و با خود به جای نامعلوم بردن اسم شخص به نظر به دلیل مشکلات امنیتی که برش برای فامیلش در کابل که هست خلق نشه افشار نکردن نمیتونیم اما گزارش رسیده امید است کسایی که طرفدار طالب هست و مقام های طالب اگر ویدیو رو میبینه ما اسم شخص با فردا و با تمام ارگان های زیربط تخلیه که برنامه وکویشن افغانستان پیش میبرن، با بر نامه فرستیم تا که جان ای شخص از چنگ طالبا نجات بتیم گزارش های دیگه رسیده که طالبا در امی هفته جاری از روز هفته گذاشته که از روز دوشنبه تا جمعه و از, از, از جمعه تا ام روز شنبه شما که امی صبح شنبه شما هسته در حدود 15 نفر افغان هایی که میخواستن که از افغانستان تخلیه شوند و نجات پیدا بکنن از افغانستان طالبای اینا را با خود برده اند در امین خانه رسانه ها هم تحت بیگرد گروه طالبا و گروه حقانی قرار داره گزارش های زیاده میهن. افسران نظامی را خال خال به گفته آمیانه افغانستان شناسایی کرده و شهادت میرسانند و رسانه هایی که جانشان در خطر هسته به ماه هست. چهار ماه هست که زیادتر رسانه های افغانستان در خانه های خود پنهان هستند و بینون برامده نمیتونند و طالبا در حقوقشان تحقیقات داره تا کینا را پیدا بکنن. اما سوال ده است از یک طرف جامعه جهانی میگن که ما جای امن ساختیم خانه های امن ساختیم که مردمی که از پذیر هستن از افغانستان اونا را نجات بتید. از طرف دیگر گروه طالبا وارد اوتل سیری نامشه شخص مورد دلخواه خود که نامش در لستشان است بیرون می و به جای نامون با خود می برن که خطر جدی هست و بقیه افرادی که جانشان در خطر هستند در افغانستان هستند و اونا همه خطر می باشه گزارش دیگه ای رسیده از میدان آوهی کابل روز گذاشته سه نفر با خود بردن طالبا نظر به اطلاعاتی که به دسترس رسیده این کارمند استخبارات و پلیس بودن و در زمان حکومت غنی استفاده داده بودن از کار خود طالبا هر کسی که یک روز یک ثانیه هم در دولت گذشته یک طالب گرفتار کرده باشه به زن زی که شما نمایت از کافر می کردین گرفتار میکنن کنن به شهادت می رسونن رسان این کافس نشر بکنن و هی حقایق ترخ است شخصی که از اوتال سیرینا گرفتار شده و تا جایی که معلومات ما به دسترس داریم و گمانزنی های است یا در ریاست استخبارات کابل می باشه یا در کمپ قصبه انتقالش دادن یا در کمپ افسوتر انتقال دادن این شخص اگر دادخواهی به همچو اشخاص نشه هر روز یکی از عزیزای دل ما شما را طالبا گرفتار می با خود می و شهادت می رسانن این شما ها است رسانه کسر اخبار داغ و اخبار حقایق نشیر می اگر فامیل شخص که از هتل سیلینا بچهش گرفتار شده اگر پدر و مادر و خوار و برادرش این ویدیو رو میبینین لطفاً امراه ما به شدین تا که اجازه شما را گرفته یک مسایبه اختصاصی گرفت با شما داشته باشید در غیر آن اگر شما چوب بشینین به هزارها افغان دیگر شکار همچو دستیسه ها میشه و در چنگ طالب از طریق و تل سیرینا میفته اولین قضیه است که در روتر سیرینا اتفاق افتاده و طالبا هر شب در خانه های امن میره تحقیقات میکنن و لست میخواین که ده این دهی خانه های امن کی ها هسته اگر شما ها چوب باشین کسایی که در امریکا و اروپا و کانادا و استرالیا هستین اگر شما ها چوب باشین امید به دیدار عزیزان دلتان هستید اما عزیزان دلتان طالبا یا یکی گرفتار میکنه این برنامه وکویشن چی معنی میتا برنامه تخلیه برنامه نجات چی معنی میتا که در صورت که نفر تزبید کرده در خانه امن گرفتارش میکنه از خانه امن اینا رو میکشن با خود در جای نامالون میبرن مانندزی ده ها قضیه دیگه از که اتفاق افتاده اما طرف دیگه ای که در امریکا با یک چلنج نوی که ما دست پنجه نرم میکنیم و دولت امریکا نرم میکنه و اجتماع امریکا دست پنجه نرم میکنه افغان هایی که تازه آمدن بدون که هایشان پروسه شود در داره داخل پایگاه ها از پایگاه ها بیرون برآمدن و با دوستان و خشواندان و خود زندگی میکنند. که اینا نگیرین کارت آن وایت گرفته میتونن نستوش سیکیورتی خود آن وایت گرفته میتونن و نه دیگه امکاناتی که برشون داده میشه و نه خانه گیره پیدا کرده میتونن کرایی یک مشکل جدی هست بالها با وزارت خارجی امریکا کمپ های نظامی اعلان میکنن منتظر بمانین تا که اسنادایتان ترمایلش مکمل شود تاکو پروسس اسنادای مکمل نشه لطفا از کمپای نظامی بیرون نبراین که با در سردردی بزرگ مواجه خواهد شدین شما از طرف دیگر، یک تعداد از پاکستانی های از در برنامه وکویشن آمدن و اینا از کمپا بیرون بر و وظیفه گرفتن که تنها در سکرمنتو در هفته گذاشته ما شش نفر شناسایی کردیم و آزار نیستن که مسایبه بتن و آزارم نیستند نیستن که ما ویدیوهایشان رو نشر بکنیم در این صورت اگر شما در هر منطقه امریکا که زندگی میکنین شک میکنین که یک شخص افغان نیست و از طریق برنامه تخلیه به امریکا آمدن لطفاً رسانه کافسر بر شماره واتس‌اپ، رسانه کافسر و در ایمیل آدرس رسانه ایمیل بتیم تا که ما بتونیم نظر ارگان های زیر عبت داشته باشیم که افغان هایی که واقعا آسیب بزیر هستند در افغانستان ماندن و ای پاکستانی ها چیگونه آمدن از طریق برنامه نجات آیا برنامه نجات برای افغان ها است یا برای پاکستانی ها زیادتر پاکستانی ها آمدن زیادتر اینا به نام افغان گفته آمدن زیادترشان حتی پشتو صحبت کردن نمیتونن و زیادترشان بسیار خوب پشتو صحبت میکنند میگن که ما از جلال آباد هستیم ما از کنر هستیم ما از پکتیا و پکتیکا هستیم ما لوگر هستیم ما از خوست هستیم ما از المند هستیم اما در حقایق که ببینی 20 سال 25 سال 30 سال است که در پاکستان زندگی کرده و در دوره حکومت قبلی هم یک روز در افغانستان نبوده اگه آمده به میمونی آمده و پس رفته پاکستان پس اینا چی گناه آمدن به امریکا این دادخواهی را شما باید بکنین رساله کسر حقائق رفشان میکنن در کمپلکس های که زندگی میکنین اگر شما شک میکنین که یک نفر افغان نیست پاکستانی است، هر چیز زودتر نبرهای ارگان های امیتی را به تماس شوید هر چیز زودتر به یو سی آی ایس راپور هر چیز زودتر به ایف بی آی راپور بتید چون که اگر اینا یک روز کار خرابه بکنن نام همه افغان ها بد خواهد شد از طرف دیگه برنامه برنامه کریسمس است زیادتر افغان ها به ضد مذهب حسابیت و مذهب فرهنگ و اندنات امریکا تبلیغ میکنن در حال که خودشون در امریکا هم هستن کریسمس بد می و میگن که برای ایسویا است برای مسلمان ها نیست که یک فاصله بزرگی ایجاد خواهد کرد همچو صحبت ها و همچو طریقات که می کنند نیاد جامعه بین افغان ها و امریکایی ها اگر هر آزادی بیان است در امریکا هر چی حق داری بگویی اما حرفی که متوجه تجدید امیت داخلی و بین ملی امریکا باشه حرفی که باعث تدید یا تدید بکنه او حرف جامعه مدنی و اجتماعی امریکا ده حرفی که در کمیونیتی فاصله ایجاد بکنه و مذاهب و تعصب و دامن بزنن هر چیزی زودتر برای پلیس و ای و به تمام ارگان های امیتی اگر نبر تماس شد، ایمیل آدرس شد بر اونو ایمیل بتین در امریکا حق آزادی بیان است اما نمیتونی متاسب باشی نمیتونی افرادگرا باشی نمیتونی که از تروریست حمایت بکنی و نمیتونی به ضد دین و یک نفر دیگه یک قوم دیگه یک ملت دیگه تبلیغ منفی بکنی ایره جرم بزرگ میگن در امریکا ما میخواستیم که همچون برنامه هایی که هسته بعد از تاریخ 21 به نشر بسپاریم اما فشرده از زیر مورتان میگم که چی اتفاقات افتاده در امریکا و افغانستان زیادتر اینا حرف انتحاری میزنند در مسجای خود زیادتر اینا میگن که ما امریکا به این انتحاری میکنیم زیادتر اینا تعدید به مرگ میکنن یکی دیگه خدا در امریکا اگر بگویی که سرت میبرون جرم بزرگی هست نفر تعدید به مرگ کردید اینجا افغانستان نیست که شما هر چیز در فضاهای مجازی بگوین کس شما را پیگرد نکنه اگر شخص شکایت نکنه پلیس در ریابه شما را میتونه گرفتار بکنن مشکلات زیاد اجتماعی داریم مشکلات زیاد جامعه داریم هم در افغانستان مشکلات امنیتی داریم اما در امریکا مشکل ما مختلف است و خطرناکتر از مشکلات افغانستان هستند دشمن در جیب ما شما آمده. و در بین ما شما نفوذ کرده دشمن دشمنی که بزر انسانیت و بشریت هست و در می اواخر از طریق واتساب برنامه های قرآن شریف دوباره از سر گرفته شده که یک خطر جدی است به امیت داخلی ایسریویا و امریکایا برنامه کوسر برنامه حقایق است. و می دلیل است که در حدود دولک شست هزار راپور فیس فیسبوک رفته بود که تمام امریکای ها هم به خبر شدن از این حرفایتان و از این کارتان که رسانه کفصد سپاسگذاری میکن از این اقدام نیکی که شما کردید اما امکانات بزرگی که به دست رسم آمده ساتلایت، امازون پرایم، نتفلیکس با ما نزدیک شد شما اگر صفحه فیسبوک رسانه کافسر مسدود بکنین ما بعض چنل های دیگه بین مللی است که ما نشرات میکنیم اگر مردم افغانستان به فیسبوک دسترسی ندارند چنل های دیگه هست که ما میتونیم به اونا پیام برسانیم اونا را جانشان را نجات بتیم. کوسر در قرآن شریف آمده و کلمه قرآنی است اگر مسلمان سوچه هستین مانای کوسر میفهمین. کوسر چی معنی میده مگر در امریکا کوسر برای نجات مردم است پل بین, بین مذاهب است پل ارتباطی بین فرهنگ های است پل ارتباطی بین ملت ها هست و در افغانستان وظیفه رسانه کوسر نجات مردم جان مردم مظلوم بیچاره کسی کاسی پذیر است کسی که به نام این آن به شهادت میرسه کسایی را که گرفتار کردن آیا طالبا حاضر هست یا طرفدارای طالبا حاضر هست ارقام به که در چهار ماه گذشته طالبا به چند صد هزار نفر به قایش شهادت رساندن آیا ارقام با ما داده میتونین؟ آیا گفتم میتونین که به نام دایش چقدر رسانه های به شهادت رساندین شما؟ آیا شما گفتم میتونید به نام جورنالیست رسانه خانه مطبوعات افغانستان چقدر مردم های غیر مسلکی به نام جورنالیست یا راپورتر گزارشگر به امریکا آمده اما رسانه ها در افغانستان باقی ماندن جورنالیست ها جانشان در خطر هسته اما تعداد زیاد آمده از صد فیصد جورنالست هایی که امریکا آمده سی فیصد اینا واقعا جورنالست از هفتاد فیصد دیگر اینا خیشاونده های رئیس های تلویزیون ها هستند یا سی هزار دو هزار دادر به نی یا به خانه مطبوعات افغانستان دادن تا که اسناد جلی برشان تیب بکنن به امریکا بیاین بله حقایق تلخ است اما دادخواهی بکنین شخص که از هتل سرینا طالب گرفتار کرده هر زودتر باید سی شخص را ها بکنن و این شخص بغیر از شما ها خدا دیگه هیچ کس کوی نداره و گزارش های بسیار خطرناک رسیده اگر شما واقعا دار کن بکنین کمپاین شروع بکنین جان این شخص شما نجات داده میتونید در غیر آن ما نمیتونیم که نجات بدیم ای شما ها است که جانش جا همچون شخصی که از تال سیرینا گرفتار شده از طریق طالبا و جای نامعلوم برده شده رهایشان بکنه رسانه این قبصر حقایق میگه دیگه در طول چهار هفته پین هفته که ما برنامه ها را استاد کردیم بعض برنامه های تحقیقاتی دیگه بود که ما کار میکردیم و کار میکنیم اما چهره اصلی رسانه کوسر بعد از تاریخ 21 دسامبر شما خواهد دیده و در خانه های همتون حضور خواهیم داشت اگر شما تاجک هستین پشتون بد میبینین اگر شما پشتون هستین تاجک بد میبینین رسانه کوسر هیچ مشکل با شما نداره رسانه کفسر مشکل با تعصب داره با زبان پرستی داره نجات پرستی داره دین سیتیزی داره افرادگری داره مشکل رسانه کثر با همچی اما اناسره است ای که شما تاجک هستین پشتون هستین مشکل نیست اناسره تعصب و قمگرایی و زبان پرستی و دین سیتیزی و افرادگرایی مشکل رسانه کوسر هست که میخواه همچون مشکلات در بین جامعه حل بکنه امید است که ویدیو را هم را پر بکنین به فیسبوک و امید است شما بگوین که ای هم یک حرف تعصب آمیز است ما سپاس گذاری میکنن رسانه کسر شما با اقدام نیکتان اگر شما بکنین بگذارین که فیسبوک هم ببینه که اسکریپت ما برای شما می میکنیم و راپورایی که شما میدین زمین و آسمان فرق داره وقت خوشی داشته باشین لطفا باز هم اگر مشکل امنیتی در جامعه تان میبینین در اجتماع تان میبینین شخص تدید امنیتی است شخص متاسب است افراد گراه است هر چیز زودتر به پلیس و نمبرای ایف بی که داده شده برای ایف بی آی به تماس و به پلیس 911 به تماس شوید تا که جان خود و جان عزیزایتون را نجات بدهید